با درودی دیگر خدمت تمامی سروران، کشتی دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری ام ام ای. بنده علی هستم و با یک کشتی زیبای دیگه از سری مسابقات جام یاشارداغلو که در فوریه 2022 در ترکیه برگزار شد در خدمت شما دوستان هستم. بریم با هم دیدار رده بندی وزن 70 کیلوگرم رو ببینیم، جایی که اکبر فضلی در مقابل ویکتور راسادین از روسیه به روی تشک خواهد رفت. بریم با همین کشتی زیبا رو ببینیم، امیدواریم که لذت ببرید. اکبر فضلی ما با دو بنده قرمز هستش در مقابل دو بنده آبی از روسیه، ویکتور راسادین وزن 70 کیلوگرم. دیدار رده بندی دو کشتیگیر با یه شکست به این مرحله رسیدن و اومدن که برای مدال برنز بجنگن. خب بله، رئیس تشک بازی آماده و اینجا با سوت داور کشتی آغاز میشه. اکبر فضلی با دو بنده قرمز از ایران، ویکتور راسادین با دو بنده آبی از روسیه. کشتیگیره چه قرمز زیرکی هست، باید گاردش رو بیاره پایین. کشتی های قبلیش رو که دیدم ویکتور راسادین زیرگیری های خیلی خوبی به اجرا میزه. همین درسته، باید گاردش رو باید کاملا با این حریف بیاره پایین. احتمالا مربی های ما هم کشتی ویکتور راسادین رو تعقیب کردن و میدونن که زیرگیر هم هست و همین خاطر اکبر فضلی گاردش پایین هست. یه لحظه میشینه، یه گوز کرد به مچ پا رسید. حالا حریف روس میره که دستو گرو بگیره ولی نمیتونه، سرگردن رو بیاره بالا، خاکش کرده، باید بکشه بیرون و خاکش کنه. حالا دیگه خاک شده، حالا دیگه دو امتیاز رو میدن. بله نجه کشتی دو بر صرف میشه. همین درسته، باید گوز کنه، گاردش رو پایین نگه داره و مراقب زیرگیری های این کشتی گیره کشتی بلد روس باشه. ببینید از کده خدمتون یه زیر دخم برقاسا به پاهای اکبر فضلی رسید، باید مراقب باشه. بلافاصله بعد از سوت حمله میکنه مثل امریکایی ها. کشتی که زیرکی هست، سرعتش تو زیرگیری بالا هست، بیشتر شگردش زیرگیری هست. به قارد اکبر فضلی داره بالا بیاره، نباید قاردش رو بالا بیاره. این کشتیگی زیرکت میزنه، بالا رو شلوغ میکنه و بلافاصله به پاها میرسه. همین درسته، قاردش کاملا باید پایین باشه اگر میخواد این کشتی رو ببره و به برنز جام یاشارداغلو برسه. باید حواسش رو جمع کنه، هیچ وقت نباید گاردش بالا بیاره. کشتیگه روس هم همین رو میکنه، میاره بالا، بالا رو شلوغ میکنه. ببینید حالا یه گوس میکنه، این درسته، باید همیشه پایین تر از این کشتیگه روس باشه تا بتونه این کشتی رو مهار کنه. چه کشتی همچنان دو بر دو هستش. یه لحظه میشینه برای مچ پا، یه بار دیگه مچ پا رو از آن خود میکنه. ببینید میتونه سالت از بالا، بله از بالا به تشک میکوبه. ببینید دو امتیازی، بله دو امتیازی میدن. اگر یک مقدار میتابوندش میتونه چارتایی باشه. خوب دخم رو از آن خود کرد، یه خم به دخم تبدیلش کرد، از بالا به تشک کوبوندش، یک مقدار میتابوند، حالا چهار امتیازی داشت. حالا یه لحظه دیگه کشتیگه روس میشینه برای مچ پا. فقط 20 ثانیه تا پایان 3 دقیقه اول این کشتی زمان داریم. کشتی تو سرشاخ کار میکنه، تا به اینجای کار که تو این 3 دقیقه کشتیگیر ما بهتر کار کرده اکبر فضلی. ببینیم میتونه 3 دقیقه دوم رو هم کشتی رو اداره کنه و به برنزی این مسابقات برسه یا نه. حالا 3 دقیقه اولی کشتی به پایان میرسه و 30 ثانیه استراحت برای دو کشتی گیریه. آبی بخورنده نفسی چاپ کنه و تذکرهایی که مطمئن خیلی خیلی مهم هست برای سری قیدوم از مربی خودشون دریافت میکنه. در دور اول اکبر فضلی استراحت داشت، در دور دوم 4 بر 2
جردن اولیور از امریکا رو شکست داد و در دور سوم 10-0 از جیمز گیرین دارنده مدال نقره و برنز جهان شکست خورد و به گروه بازنده ها رفت، چون جیمز گیرین به فینال رسید. در مرحله چهارم بازنده ها هم یه لحظه بلافاصله بعد از سوت از کردم بلافاصله بعد از سوت مثل امریکایی ها شروع میکنه زیرگیریش رو به اجرا گذاشت. گفتم نباید گاردش رو بالا بیاره. حالا چه کشتی 4-4 میشه و تا به اینجای کار کشتیگیر روس برنده هست، چون دو امتیاز دوم رو اون گرفته. حالا داور سرپا میده، باید مراقب باشه. از کردم و مسابقه قبلی هم دماغان گانخویا که از مغولستان پیروز شد و به ردبندی رسید. دو کشتی در سرشاخ ادامه میدم، باید نباید گاردش رو بالا بیاره. یه بار دیگه حالا گست میکنه و زیر یه خم دو خم میبره رو پول، باید مراقب باشه، میبره رو پول و اینجا ضربش میکنه. متاسفانه اکبر فضلی در دیدار ردبندی در مقابل این حریف رو ضربه شد. عرض کردم زیرگیر قهاری هست، نباید گاردش رو بالا میاره. درست جوری کشتی گرفت که این کشتیگیر روس میخواد و اکبر فضلی در اینجا پنجم میشه، به مقام پنجم جام یاشاردوغلوی استانبول میرسه. خب دوستان، امیدواریم از دیدن این کشتی لذت برده باشید. با لایک ها و کامنت هاتون به ما انرژی میدید و ما رو در ادامه راه مصمم تر میکنید. تا درودی دیگر، بدرود.